بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام عرض می کنم خدمت همه شما. به نام عیسی مسیح خوشحالم از اینکه یک فرصت دیگری هست که در خدمت شما هستم که در 27 درس مربوط به خدمات شبانی که امیدوار هستم تا اینجا دنبال کردید موضوع را و شنونده دفعه اول ما نیستید، ولی اگر چنانچه الان شما با ما همراه هستید و یا از جلسات گذشته، بدونید که ما داریم درباره خدمت موفقیت آمیز یک شبان کلیسا صحبت می‌کنیم و رسیدیم به بخشی که مربوط هست به تعلیم و تربیت خادمین. چطور شبانان میتونن شبان تربیت کنن، مبشر تربیت کنن، خادم خدا برای عیسی مسیح تربیت کنن. در مورد روش‌های تربیتی که صحبت کردیم، رسیده بودیم به نکته شماره 7 به نظر من که صحبت این بود که شبانان چگونه، 9 معذرت میخوام، که شبانان چطور میتونن خادمین را جوری بار بیارن که بتونه اون خادم بدون خدمتش مفیده و در کلیسا ارزشمنده. نکته 10 در رابطه با قسمت تشویق، و بهترین نمونه ای را که ما آوردیم در این شماره 10 در رابطه با برنابا بود. برنابا یکی از رسولان عیسی مسیح هست، البته نه 12 رسول، بلکه یکی از رسولان کلیسای اولیه بود که مخصوصا این اسم روش گذاشته بودن، چون اسم برنابا یعنی پسر تشویق، چون رویه بسیار مثبت و تشویق آمیزی داشت و هر جا در هر قسمتی که کار خدا بنا میشد و کلیسا احتیاج به تقویت، به رویه داشت، مخصوصا جاهایی که جفا بود، سختی و مصیبت بود، مشکل و اختلاف بود، برنابا با اون رویه بسیار زیبا و مثبت و شیرینی که داشت میرفت اونجا و اون مسئله را به یک شکل زیبا حل میکرد. در قسمت تعلیم و تربیت خادمین نیز ایشون شخص موفقی بود و مهمترین خدمتی که کرد در رابطه با پولس رسول بود که قبلا اسمش سولوس بود، چون موقعی که به کلیسای عیسی مسیح سولوس جفا میرساند و سرسخت‌ترین جفا دهنده کلیسای عیسی مسیح سولوس ترسوسی بود که در اون ملاقات فراموش نشدنی که عیسی مسیح در راه دمشق از او به عمل آورد، او را تبدیل به بزرگترین رسول نمود. ولی علاوه بر روح القدس که نقش مؤثری در تربیت پولس داشت، برنابا نیز در این قسمت بسیار خوب عمل کرد. اولا او آمد سولوس را به کلیسای اورشلیم معرفی کرد. مردمی که می‌ترسیدن سولوس را حتی بعد از ایمان آوردنش هم بپذیرن و فکر می‌کردن شاید او جاسوس باشه یا ایمان آوردنش واقعی نباشه، برنابا این اعتماد را جلب کرد. پولس را که اون موقع سولوس بود تاییدش کرد و شهادت نیک درباره او داد. از ملاقات مسیح که از او به عمل آورده بود سخن گفت و از مأموریتی که مسیح برای خدمت بین امتها بهش داده بود تعریف کرد. و بعد وقتی که برنابا به انطاکیه رفت برای خدمت به اون کلیسا، سولوس را چنان که دفعه قبل هم شنیدید همراه خودش از ترسوس برد تا خواست او را معرفی بکنه به کلیسای انطاکیه نیز و او را در آنجا هم به کار ببره. پولوسی که گمنام بود، ناشناخته بود، برای کلیساهای مختلف توسط برنابا شناخته میشد، به او میدان داد تا خودش را نشون بده و روح القدس نیز تایید کرد این اتحاد برنابا و سولوس را. در باب 13 اعمال رسولان آیه 2 روح القدس فرمود نبوتی شد که برنابا و سولوس را برای من جدا بسازید، و سولوس تحت نظر برنابا داشت خدمت میکرد. ولی بعداً اینقدر برنابا میدان داد به سولوس و تشویق کرد او را و بلندش کرد او را که کم کم دیگه سولوس معروف شد و این ترتیب اسم برنابا و سولوس در کتاب اعمال رسولان از باب 14 به اون طرف دیگه ما میبینیم شد پولوس و برنابا. در حقیقت این آرزوی برنابا بود که پولس را بدون اینکه هیچ گونه حالت رقابت و حسادت با او داشته باشه، در عطایایی که داشت به کار بگیره
و او را کمک کنه تا جای خودش رو در بدن مسیح پیدا کنه. و در یک جایی از کلام خدا که ما میخونیم در اعمال رسولان باب 13، یک مشکل اینجا بین برنابا و سولوس ایجاد میشه و اون مشکل این بود که یک شخصی را اینا همراه خودشون برده بودن که جوان خیلی بی تجربه و ضعیفی بود به نام مرقس. باب 13 اعمال رسولان آیه 5، این مرقس برای این با اینا رفته بود که برنابا و سولوس را خدمت کنه در این مسافرت. اون خودش رسول برجسته‌ای که نبود، در حقیقت یک جوان بی تجربه و تازه کاری بود، میخواستن او را تربیتش کنن. ولی ما میبینیم در آیه 13 همین باب 13، در سفر بعدی که میخواستن مرقس را با خود ببرن، به علت فشار کار و به علت ناتوان بودن مرقس، شاید سختی زیادی بر او آمد، او نتونست همراهی کنه برنابا و سولوس را و به اصطلاح رفیق نیمه راه ماند و رفت، از پیش اونا رفت. در باب 15 آیات 36 تا 39 ما میخونیم کتاب اعمال رسولان، برنابا دوباره خواست مرقس رو با خودش بیاره. احتمالا مرقس باز هم فرصت مجدد خواست تا با اینا بره و برنابا مایل بود که مرقس رو با خودشون ببرن، ولی پولس قاطعانه برخورد کرد و گفت کسی که ما را وسط راه ترک کرد، برای خدمت اومده بود، رفیق نیمه راه بود، نباید اینو ببرن. به اصطلاح این ناپخته است، بچه ننه است به قول خودمون و فایده ای نداره، او رو باید تنبیهش کنیم، با خودمون نبریم. ولی برنابا معتقد بود باید بهش میدان دوم را بدیم، فرصت مجدد را بدیم، ایشون جوان بوده و نباید ناامید بشیم. حالا اگه یک جای خراب کرده، باز میشه با دادن روحیه دوباره او رو بلندش کرد. ولی پولس مخالفت کرد و در نتیجه برنابا خودش مرقس را برداشت، با خودش برد و پولس هم یه شخص دیگه‌ای به نام سیلاس برداشت، شدن دو تا گروه. به خاطر مرقس اینها دیگه با هم همراهی نکردن. خب در اونجا در کتاب مقدس ننوشته حق با کی بود، ولی اعتقاد بنده اینه که حق با برنابا بود. برنابا درست فکر میکرد. دلیلی هم که دارم اینه که در رساله دوم تیموتائوس باب 4 آیه 11، وقتی که پولس دیگه پیر شده بود و در زندان بود و بعد از مدت کوتاهی باید شهید میشد، اونجا در رساله خودش خیلی دردناک در مورد مشکلات خودش حرف میزنه با تیموتائوس، به اصطلاح درد دل میکنه با او. و بعد اونجا یک نکته میگه در آیه 11، مرقس را بردار با خودت بیار، چون مرا به جهت خدمت مفید هست. دیگه مرقس به جای رسیده بود بعد از سالها که عوض شده بود، بالغ شده بود، پخته شده بود و پولسی که او را قبول نداشت، حالا میگه برای خدمت به من مفید هست. بنابراین میبینید این تأثیری بود که برنابا روی پولس، ببخشید، روی مرقس گذاشته بود و تونسته بود از او یک خادم مفید بار بیاره که مورد تایید پولس هم باشه. و البته پتروس هم، در رساله اول پتروس هم ما میخونیم که اون هم مرقس را قبول داشت مثل فرزند خودش و احتمالاً پتروس هم تأثیر دیگری روی تربیت مرقس داشت که او نه فقط نویسنده انجیل مرقس شد، بلکه تونست یه خادم مفید برای کار خدا بار بیاد. پس اگه برای امثالی مثل مرقس ها امیدی هست، برای هر شخص ضعیف دیگری اگر وفادار بمونه و تحت نظر خادمین خدا قرار بگیره، میتونه امیدی باشه. پس ما از برنابای عزیز برای خادمسازی مفید او به علت رویه تشویق‌آمیزش قدردانی به عمل میاریم و چقدر مهمه که شبانان روش برنابا را اتخاذ کنند. قطعاً شخصیت و روش برنابا بر پولس که قبلا در امر خادمسازی شخص سختگیر و جدی بود اثر گذاشت و میبینیم که خود پولس هم بعد از اون رویه مثبت و تشویق‌آمیزی با خادمین تحت نظر خود مانند تیموتائوس و فلیمون را داشت. مثلا در 2 تیموتائوس باب 1 آیه 4 و 5 دقت میکنید چه جوری حرف میزنه با تیموتائوس. میگه مشتاق ملاقات تو هستم، چون که اشکای تو را به خاطر میارم تا از خوشی سیر بشم،
یاد می‌دارم ایمان بیریای تو را که نخست در جدت لوئیس و مادرت اپنیکی ساکن بود و مرا یقین است که در تو نیز هست. و همینطور در فیلیمون آیات 5 تا 7 میگه خدای خود را شکر می‌کنم، پیوسته تو را در دعاهای خود یاد می‌آورم، چون که ذکر محبت و ایمان تو را شنیدم که به عیسی خداوند و به همه مقدسین داری، تا شراکت ایمانت مؤثر واقع بشود در معرفت کامل هر نیکویی که در ماست برای مسیح عیسی، زیرا که مرا خوشی کامل و تسلی رخ نمود از محبت تو، از آن رو که دلهای مقدسین از توی برادر استراحت میپذیرند. ببینید چقدر پولس عوض شده بود و پولس چقدر صحبتهای تشویق‌آمیز و مثبتی را به زبان میاره، و من مطمئن هستم هم خداوند به او آموخته بود و هم برنابا هم با رویه‌ای که در همکاری با پولس داشته بود این را به او منتقل کرده بود. معجزه‌ای که تشویق انجام میده عزیزان هیچ چیز دیگه نمیتونه انجام بده. و آیا کسی رو شما میشناسید حتی از میان مردان خدا که بتونه بگه من هرگز به تشویق احتیاج ندارم؟ هیچ کس. تشویق سبب پیشرفت و ترقی خادمین خدا میشه. تشویق رویه و دلگرمی به خادمین خدا میبخشه. تشویق سبب رفع یأس و ناامیدی میشه. تشویق اعتماد به نفس خوب در خادم ایجاد میکنه که بتونه خودش رو باور کنه و از اینکه وجودش میتونه مفید واقع بشه لذت ببره. تشویق به خادم کمک میکنه که نصایح و توبیخهای شبان را هم راحت تر بپذیره. و آیا اشکالی داره که شبانان عزیز به جای اینکه اینقدر ایراد بگیرند از خدمت خادم خدا تعریف کنند؟ مثلا بهش بگم برادر جان موعظه تو خیلی خوب بود، خدا با قلب من صحبت کرد به وسیله موعظه تو، این ملاقات تو چقدر برای فلان کس مفید واقع شده، من از این کارت خیلی راضی هستم، خدا را برای وجودت شکر میکنم. ما یاد بگیریم که روحیه بدیم به هم دیگه و این میتونه کمک باشه برای اینکه اون شخص رشد کنه. البته ضمن اینکه تعریف و تشویق درست و بجا میکنیم و بیخودی هندوانه تو بغلش نمیذاریم، یعنی تعارفات و چابلوسیای غلط رو کنار میذاریم، ما در کنار تشویقا باید به اون خادم یادآوری بکنیم که او جلال را به خدا بده و مغرور نشه. همسر اول بنده یادش گرامی آناهیت، ایشون میگفت هر وقت از من تعریف میکنند من فوری به یاد ضعف‌های خودم میفتم و این منو همیشه کمک میکنه که فروتن باقی بمانم و مغرور نشم. یازدهمین روش کمک کردن برای خادم سازی اینه که از تجربیات تلخ و شیرین خود با خادم جدید صحبت بکنیم. در این رابطه به دو نمونه از عهد جدید و عهد عتیق اشاره میکنم که مردان بسیار معروف و شناخته شده‌ای هستند. یکی پولس رسول، یکی ایلیای نبی. البته همه مردان خدا تو این ردیف هستن، ولی این دوتا رو برای نمونه من میگم. اگه شما به دوم تیموتائوس باب 4 نگاه کنید از آیات 6 تا 22 در آنجا میبینید که پولس رسول در آخرین رساله خودش پیش از شهید شدنش چقدر صمیمانه از زندان در قلبش را به روی خادم تحت نظر خودش که الان دیگه یک رهبر بزرگ شده بود تیموتائوس باز میکنه، با او درد دل میکنه و از انواع و اقسام مشکلات خودش مانند مخالفت دشمنان، بیوفایی دوستان، ترک بعضی از همکاران، تنهایی خودش، فقر و مشکلات مالیش، مبارزات روحانی که اونجا داشت سخن میگه. شما اگه این باب را بخونید حتما تحت تأثیر این فشارهایی که پولس با آن مقابله میکرد قرار خواهید گرفت. همینطور در دوم قرنتیان بابهای یک، دوم قرنتیان بابهای یک، شیش، باب یازده، باب دوازده، در این چهار باب، باب یک، باب شیش، باب یازده، باب دوازده، پولس از جفاها و مخاطرات سفرها و مزاحمینی که بر سر او، سر کار او قرار گرفته بودن، یعنی مانعی او میشدن، و همینطور تجربیاتی که در سختی ها به دست آورده سخن میگه. ما دیگه فرصت نیست این قسمت ها رو با هم بخونیم.
بیان این نوع مشکلات برای خادمین کمک میکنه که خادم با شبانش صمیمی‌تر بشه، خادم بفهمه شبانم مثل او انسانه و از تمام این تجربیات سخت عبور میکنه، بدونه که مشکلاتی هم که برای او پیش میاد چیز عجیب و غریب و غیر طبیعی نیست، و بدونه که طریق ایثار و رنج و زحمت طریق خدمته، خدمت به خداوند طریق صلیبه، و عیسی مسیح گفته هر که میخواد منو پیروی کنه باید صلیب خودشو برداره، زحمات و مصیبت‌ها رو برداره، حتی حاضر باشه در راه من بمیره، نفس خودشو انکار کنه و دنبال من بیاد. و این قانونیه که کلام خدا مقرر کرده که همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنن بدون استثنا زحمت خواهند کشید. دوم تیموتائوس 3:12 این کمک میکنه که وقتی شبان از مشکلات و سختیاش با خادم در میان میگذاره به او یادآوری بکنه که اگه میخواد شخصیت تو ساخته بشه باید از کوره آزمایشات سخت عبور کنی. اگه میخوای توکل و اعتماد به خدا درت قوی بشه باید مصیبت‌ها را بپذیری، چون اون موقع است که میتونی به خدا بیشتر توکل کنی. درس صبر و فروتنی رو اونجا یاد میگیری. درس همدردی با دیگران رو اونجا میفهمی. درس درک دیگران رو اونجا یاد میگیری. بالاخره مشکلات و مصیبت‌ها ما را شبیه مسیح میکنه. بعضیا میخوان مثل عیسی مسیح بشن، ولی فقط در بعضی قسمت‌ها میخوان مثل مسیح بشن. میخوان مثل مسیح معجزه کنن، مثل مسیح روی دریا راه برند، مثل مسیح تبدیل هیئت پیدا کنن بر کوه جلال. در این قسمت‌ها میخوان مثل مسیح بشن. ولی وقتی به مصیبت‌ها و مشکلات و سختی‌های مسیح میرسند، از جتسیمانی تا جلجتا را میخوان یه پل هوایی بذارن، از روش پرواز کنن. مثل مسیح دیگه نمیخوان مورد اهانت، مورد جفا، مورد زحمت قرار بگیرن. فقط گلچین میکنن کجا ما میخواییم مثل مسیح بشیم. و این کار درستی نیست. ما خوانده شدیم در همه قسمت‌ها شبیه مسیح بشیم. دیوید ویلکرسون، واعظ معروف آمریکایی، میگه شما تا نرسید به جایی که مثل عیسی مسیح فریاد نکنید الهی الهی چرا مرا ترک کردی، هنوز مسیحی نشدید. بنده یک تجربه ای دارم. موقعی که تازه خادم خدا میخواستم بشم، یک برادری دست گذاشت رو شونه من و به زبان انگلیسی به من گفت که از شکست نترس. من اون موقع نفهمیدم ایشون چی گفت و پرسیدم و برای من ترجمه کردن که ایشون میگه از شکست نترس. من اون موقع فکر کردم این پیغام برای من نیست، چون اون موقع اصلا نمیدونستم شکست چیه. در اوج پیروزی بودم. ولی بعدم وقتی وارد خدمت شدم و آزمایشات و سختی‌های مختلف بر زندگی من اومد، اون موقع فهمیدم که چقدر این نبوت درست بود و چقدر این پیغام منو کمک کرد که با شکست‌ها چطور برخورد کنم. نمونه دوم قهرمان ما ایلیاس، که شما اول پادشاهان باب 19 رو که میخونید میبینید ایلیای قهرمان، مرد ایمان، مردی که آتش از آسمان آورد، باران را قطع کرد، دوباره دعا کرد، باران بارید بعد از 3 سال و نیم، معجزات عجیبی نمود. این مرد شجاع در باب 19 اول پادشاهان گرفتار چه بحرانهایی شده. از دره یأس و ناامیدی عبور کرد، از ایزابل ترسید، منزوی شد، به پناهگاهی رفت و در اوج خستگی شدید از خدا مرگ را خواست. در حالت سرگردانی و کلافگی قرار گرفت و نمیدونست چیکار داره میکنه. به حال خودش خیلی دلش میسوخت، گریه ها و اشک ها ریخت و بعدش هم به خدا گفت من اینجا شدیداً تنها هستم و دشمن تمام انبیای تو را کشته، من به تنهایی باقی ماندم، قصد هلاکت جان مرا نیز داره. خدا اجازه داد که در این بحران‌های سختی ایلیا هم بگذره تا خودش و ضعف‌های خودش رو هم بشناسه. و کتاب یعقوب باب 5 آیه 17 میگه ایلیا مردی بود مانند ما، صاحب حواس، با همه محدودیت‌ها و ضعف‌های انسانی، ولی خداوند او را از اون دره سخت عبور داد و با او با آن آواز ملایم و آهستش صحبت کرد و ایلیا توانست در اوج این تجربیات بتونه از این مصیبت بیرون بیاد.
خدا ما را از مشکلات نمی رهاند، بلکه ما را از مشکلات عبور میده و بعد می رهاند. و ضمناً خدا می خواد در اوج مشکلات به ما یاد بده که چطوری ما می تونیم برای خدا مفید واقع بشیم بعد از اینکه از مشکلات عبور کردیم. پتروس رسول در اول پتروس باب 5 آیه 10 میگه خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، بعد از کشیدن زحمتی قلیل شما را کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. شبان کلیسا نه فقط بعد از مشکلات و سختی‌هایی که خودش باش مواجه شده یا مردان خدا باش مواجه شدن با خادم صحبت کنه، نه فقط بعد از بحران‌هایی که مردان خدا باش مواجه شدن با خادم صحبت کنه و اون قسمت‌ها رو با هم بررسی کنن، بلکه بعد از موفقیت‌ها نیز صحبت کنه. از جاهایی که گل کاشته به قول خودمون، از جاهایی که خوب برآورده در مورد اون هم صحبت کنه و از جاهایی هم که خراب کرده. یک نفر میگفت ما رفتیم توی هتل، دیدیم که یه هتلی بود اونجا، هتل لوکسی بود، تابستان گرمی بود، کولر داشت، ولی کولرش به جای اینکه باد خنک بیاره باد گرم می آورد. ما به منیجرش گفتیم که آقا این کولر به جای اینکه خنک کنه باد گرم میاره. اومد کولر رو نگاه کرد، گفت این کولر کار میکنه ولی عمل نمیکنه. ببینید چی گفت؟ کار میکنه ولی عمل نمیکنه. یعنی ظاهرا موتورش در کاره ولی اون عملی که باید این کولر بکنه نمیکنه. خب بسیاری از وقتا خادمین و کشیشان، شبانان مشغول کار هستند ولی نتیجه این کار نداره جز رنج و زحمت براشون. اینا باید بدونن خدا چرا اجازه داده این رنج و زحمت براشون پیش بیاد، پیامش چیه، هدفش چیه، چه درسایی داره بهشون یاد بده و مقصود خدا از این که اجازه داده این مصیبت‌ها بر سر او بیاد چی بوده. وقتی اینها رو خود خادم خوب یاد میگیره، میتونه چه قسمت درد و رنج را، چه قسمت پیروزی ها را به خوبی به خادم تحت نظر خودش منتقل کنه. دوازدهمین روش اینه که سعی کنیم که در خادم اعتماد به نفس ایجاد کنیم تا او بدونه که قادر به انجام کاری هست که به او سپردند. ما چطور میتونیم در خادم تحت نظر خود اعتماد به نفس ایجاد کنیم؟ اولا با در میان گذاشتن زندگی نامه مردان خدا و دعوتی که خدا از اونها به عمل آورد، رویه‌ای که خدا به اونها داد، اعتماد به نفسی که خدا در اونها ایجاد کرد. تقریبا در تمام کتاب مقدس همه کسانی رو که خدا برای دعوت به خدمت خواند در خود احساس ناتوانی و بی‌لیاقتی می‌کردن. حتی در بسیاری از موارد مردان خدا سعی می‌کردن که از مأموریت محول شده‌ای که خدا به اونها می‌داد فرار کنن، ولی خداوند به همه آنها رویه داد، تشویق کرد. من برای نمونه یکی از اونها رو که خیلی هم معروف نیست برای شما میخوام بخونم، کتاب داوران باب 6 آیات 12 تا 16 در رابطه با جدئون. شما خوب دقت کنید، فکر میکنم این قسمت مخصوصا برای افرادی مثل من و شماست که در خدمت خودمون رو ضعیف میبینیم. باب 6 کتاب داوران آیات 12 تا آیات 16. پس فرشته خداوند بر جدئون ظاهر شده و ای را گفت ای مرد زورآور، یهوه با توست. ببینید خداوند با چه عبارتی او را صدا میکنه، ای مرد زورآور، یهوه با توست، در حالی که جدئون خود را مرد زورآور نمیدید. دقت کنید ببینید چی میگه. جدئون وی را گفت آه ای خداوند من، اگر یهوه با ماست پس چرا این همه بر ما واقع شده است؟ کجاش جمعی اعمال عجیب بود که پدران ما برای ما ذکر کرده و گفتن که آیا خداوند ما را از مصر بیرون نیاورد؟ لیکن الان خداوند ما را ترک کرده و به دست مدیان یعنی دشمنان تسلیم نموده است. آنگاه یهوه بر وی نظر کرده گفت به این قوت خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهایی ده. آیا من تو را نفرستادم؟ او در جواب وی گفت آه ای خداوند، چگونه اسرائیل را رهایی دهم؟ اینک خاندان من در منسی ذلیل تر از همه است،
من در خانه پدرم کوچکترین هستم. خداوند وی را گفت: یقینا من با تو خواهم بود و مدیان را مثل یک نفر شکست خواهی داد. و ادامه داستان را بخونید، چقدر زیباست. ببینید، اگر عدم کفایت، احساس بی‌لیاقتی، ناتوانی، ترس، ناامیدی در انجام مأموریت برای بزرگان رخ میداد، برای خادمین جدید نیز رخ خواهد داد. پس شما به اونا بفهمونید که همینطور که خداوند به مردان خدا دلگرمی میداد که خودشون را بتونن بپذیرند، به من و شما هم میتونه این دلگرمی رو عطا کنه. و یکی از کمک‌های مهم دیگه به خادم خدا اینه که شما راه‌های غلبه بر یأس و ناامیدی رو بهش بیاموزید و از تجربیات شخصی خودتون با او صحبت کنید. خیلی مهمه شبان از تجربیات شخصی خودش صحبت کنه که وقتی او در اوج ناامیدی‌ها بوده چه کار کرده که از ناامیدی بیرون اومده. از تجربیات سختی که بقیه مردان خدا هم توش بودن صحبت کنید باش و به او یادآوری بکنید که در اول سموئیل باب 2 آیه 6 و 7 اینطور میگه: خداوند میمیراند و زنده میکند، خداوند به قبر فرود میآورد ولی بر میخیزاند، خداوند فقیر میکند ولی دولتمند نیز میکند، خداوند پست میسازد ولی بلندم میکند، بر میافرازد، در همون حالت باقی نمیذاره. و بسیاری از مصیبت ها رو خدا اجازه میده که در ما بیاد برای اینکه کارهای عمیق‌تری در ما انجام بگیره. یک واعظی میگه: من در اوج بحران افتاده بودم و روزه گرفتم، دعا کردم که این بحران های من تموم بشه. در رویا دیدم که یک بولدوزری به سمت من داره میاد با غرش شدید. من گفتم این مشکلات منه دیگه، بولدوزر علامت مشکلات و سختی هاست، داره به سمت من میاد که شیطان به من حمله کرده. میگه شروع کردم به نهیب دادم به نام عیسی مسیح به اون بولدوزر و راننده بولدوزر، ولی دیدم با غرش شدیدتر به سمت من میاد. گفتم این دیگه چه غولیه، چقدر وحشتناکه که از اسم عیسی مسیح هم نمیترسه. ولی وقتی به من نزدیکتر شد دیدم راننده این بولدوزر پشت فرمان خود عیسی مسیحه و داره به سمت من میاد. گفتم خداوند تو میخوایی از روی من رد بشی، منو زیر این چرخهای سنگینت له کنی؟ عیسی مسیح از پشت فرمان گفت: بله، دقیقا همینطوریه. گفتم من آخه زیر چرخهای سنگین تو خورد خواهم شد. گفت تو احتیاج به خورد شدن داری. و میگه با نهایت بیرحمی اومد و از روی من رد شد و من صدای شکستن استخوان‌های خودم رو شنیدم. بعد اون طرف پارک کرد و منو که با خاک یکی شده بودم اومد بالا آورد و منو تکون داد، گرد و خاکمو پاک کرد و گفت الان شدی مدل دلخواه من، الان من میتونم تو را به کار بگیرم. بنابراین دقت بفرمایید که این طور مطالب گاهی وقتا از طرف خود خداونده. ما نبایستی اینطور وقتا فکر کنیم همه چیز از طرف شیطانه. البته شیطان استفاده میکنه برای محکوم کردن ما، ولی خداوند اگه اجازه میده ما تو مشکل بیفتیم حتما راه درمان رو هم به ما نشون میده و شما باید بین این دوتا، یعنی محکومیت شیطان و کاری که خدا میخواد در ما انجام بده، الزامهای روح القدس، تفاوت قائل بشید. پس به خادم یاد بدید که چگونه با دشمن مبارزه کنه. تاکتیک‌ها و شگردهای مبارزه رو به او یاد بدید، به او بفهمانید هیچ وقت خودش رو در برابر دشمن مظلوم و محکوم شده ندونه. یوئیل 3 در رو بهش یاد بدید که مرد ضعیف میگوید من قوی هستم. و ارمیا 1:7 رو به او بگید که خداوند میگه ارمیا مگو من طفل هستم، هر جا تو رو بفرستم خواهی رفت و هر چه به تو بگم اونو خواهی گفت. ضمناً برای کسب اعتماد به نفس کمک کنید تا خادم قابلیت‌ها و قنطارهایی را که خدا به او سپرده، یعنی عطایایی که خدا به او سپرده، کشف کنه و به توانایی انجام کارهایی که از عهده آن برمیاد واقف باشه و در کنار فروتنی اقتدارش رو حفظ کنه. خیلی مهمه که خادم خدا اقتدارش رو حفظ کنه. صحبت‌ها زیاد هست در این رابطه، وقت ما به اتمام رسیده.
به فیض خدا هفته آینده در مورد ادامه روش‌های مؤثر تربیت خادمین صحبت خواهیم کرد. خدا همراه شما باشه. خیلی ممنون.